سلام دوستان عزیز، امروز عزیز دیگری تشریف آوردن اینجا برای انجام تست. اسلاید رو در میکروسکوپ گذاشتیم و میخوایم الان به شما دمودکس رو نشون بدیم. میکروسکوپ متصل به لپتاپ و همینطور که میبینید ما در سطح سلاید جستجو میکنیم. بله، و اینجا یک دمودکس رو میتونیم ببینیم. خب این یک انگل دمودکس هست که فعال هم هست، میتونید الان حرکت این انگل رو ببینید. نمونه انگل دمودکسی که از اسکوپ پوست سر یکی از مراجعین محترم به دفتر مرکزی شرکت آنجکس استرالیا گرفته شده دقایقی پیش. همینطور که در این تصویر میبینید این انگل بدن نیمه شفافی داره، دم بسیار بلندی و 8 تا پا که همینطور که میبینید داره در سطح این سلاید حرکت میکنه. حالا اگر ما در حقیقت روی این میکروسکوپ یه مقداری سعی کنیم که روی سلاید و کاور گلاس فشار بیاریم، همینطور که میبینید در میکروسکوپ تا جهت مختلف اون رو بتونیم نشون بدیم. خب همینطور که مشاهده میکنید این انگل در زیر پوست زندگی میکنه، در فولیکل مو، ریشه مو. شبها که ما خوابیدیم دمودکس ها در سطح پوست فعال میشن و به دلیل اینکه به راحتی در تاریکی در سطح پوست حرکت میکنن و جفتگیری میکنن. همینطور که میبینید این دمودکس الان داره حرکت میکنه، بدنش رو تکان میده، پاهای کوچکی داره که با چنگهای بسیار تیز در حرکت هست. وقتی شب هنگام چراغها خاموشه، نوری نیست، اینها میان سطح پوست جفتگیری میکنن و پس از جفتگیری به ریشه مو برمیگردن و در حقیقت در ریشه مو تخم‌گذاری میکنن. بعد از حدود 12 ساعت این تخم‌ها باز میشه و نوزادان جدید دمودکس رشد میکنن. گردش دمودکس ها، چرخه زندگی اونها حدود 1 ماه تا 3 ماه هست. دمودکس فولیکولاریوم که در فولیکل مو زندگی میکنه بیشتر در سطح پوست یافت میشه. حالا ما اینجا میایم و این رو بزرگ نمایی رو تغییر میدیم برای اینکه بتونیم بهتر به شما نمایش بدیم. 10x استفاده میکنیم، فاین تیون میکنیم که بهتر بتونیم در حقیقت انگل دمودکس رو به شما نشون بدیم. وقتی لنز رو تغییر میدیم باید با کمی جستجو دمودکس رو پیدا کنیم. خب الان اینجا فکر میکنم با تصویر بهتری شما مواجه هستید. همینطور که میبینید دهانی پین شکل داره، از چربی سیبم، چربی پوست، ویتامین ها، مینرال ها، مواد مغذی تغذیه میکنه، چنگ های بسیار تیزی داره. تصور کنید تعداد زیادی از انگل های دمودکس شب هنگام در سطح پوست حرکت میکنن، ضمن اینکه چین و چروک پوست رو تشدید میکنن، پیری پوست تشدید میشه، عارضه های پوستی که مرتبط با انگل های دمودکس هست مانند آکنه های مقاوم، روزاسیا یا روزاسه، جوش های چرکی، خارش های پوست و بلفاریت، گلمژه و بلفاریت، عفونت های پلک، ریزش مو، نازک شدن و کم پوش شدن مو رو تشدید میکنن. تا زمانی که این انگل رو برطرف نکنیم امکان اینکه بتوانیم شادابی و سلامتی پوستمون رو تضمین کنیم وجود نداره. بنابراین از بین بردن این انگل ها شرط لازم و اجتناب ناپذیر
برای حفظ بهداشت و سلامت پوست و موست. خب این انگلی که الان شما می‌بینید در بروشورها و کاتالوگ‌ها هم اگر من الان بهتون نشون بدم، این همین انگلی است که در بروشور هم شما می‌بینید، در زیر ریشه مو زندگی می‌کنه. الان این انگل در سطح پوست ما تست گرفتیم و اومده و هنوز فعاله. هر چقدر ما از لوازم آرایش، میکاپ، کرم‌های پوست، کرم ضد آفتاب، مویسترایزر، نرم کننده ها، مرطوب کننده های موجود در بازار استفاده کنیم، مقدار بیشتری به این مایت ها غذا میدیم و به اصطلاح اینا دیگه خیلی چاق و چله و فربه میشن و باعث میشه تراکم جمعیت دمودکس ها روز به روز افزایش پیدا کنه. برای مبارزه با انگل های دمودکس، گام اول شناخت وجودی این مهمانان ناخوانده است. باید بدونیم اینها حشراتی فرصت طلب، پاراسایت و انگل های فرصت طلب هستند. وقتی شرایط برای رشد و نمو اونها فراهم بشه، روز به روز بر جمعیتشون افزوده میشه و از طرفی که ما پا به سن میگذاریم، مشکلات پوست و موی ما تشدید میشه. الان در این نمونه حاضر میتونید حرکت پاها رو ببینید و در حقیقت تصور بفرمایید که اگر در هر ریشه مو، در هر فولیکل تعداد زیادی ما از این انگل ها داشته باشیم، فضا رو حتی از لحاظ فیزیکی برای رشد مو تنگ میکنن. تمام ویتامین ها، مینرال ها و آنچه که برای بهداشت پوست و موی ما لازمه تغذیه میکنن. تراکم جمعیت بالای اینها، تجمع اینها مشکلات پوستی رو به شدت تشدید میکنه. پس این یک شرط لازمه و از سه دیدگاه، هم از لحاظ تریتمنت، یعنی عزیزانی که از عارضه های پوستی رنج میبرن، حتما لازمه که این انگل رو برطرف کنن، یعنی تریتمنت دمودکس رو انجام بدن تا با خیال آسوده بتوانن از زیبایی و سلامتی پوستشون لذت ببرن. دسته دوم کسانی هستن که در حال حاضر عارضه پوستی خاصی اونها رو عذاب نمیده، اما تصمیم دارن که به تریتمنت هایی بپردازن، یا میخواهن مو بکارن، یا عمل زیبایی انجام بدن، یا لیزر، یا سایر موارد که نیاز هست به کلینیک های مجهز پوست و مو مراجعه کنن. برای این دوستان نیز تریتمنت دمودکس جنبه پری تریتمنت داره، یعنی در حقیقت پیش شرطه، مانند کسی که میخواد در یک باغ زیبا گلهای جدیدی رو بکاره، باید مطمئن بشه که در این باغ آفت نیست و اگر در باغی، باغچه‌ای که مملو از کرم و شته و آفات کشاورزی هست ما گل بکاریم، اون گل دوباره آسیب میبینه. خب همینطور که من دارم توضیح میدم، میبینید که این انگل داره میچرخه، حرکت میکنه، جهتش تغییر میکنه. در درون بدنش که نیمه شفافه، ضمن این که به هر حال از مواد مغذی استفاده کرده، میکروب ها و عفونت ها رو میتونه با خودش حمل بکنه. و نکته مهم اینه که این دمودکس ها امکان دفع عفو ندارن، بنابراین وقتی میمیرن این هر آنچه که در درون بدنشون هست خارج میشه و همین باعث میشه که مشکلاتی مثل جوش‌های چرکی تشدید بشه. خب من سعی میکنم که این رو یک مقدار بزرگتر کنم، با بزرگ نمایی بهتر به شما نمایش بدم. دوباره برمیگردم به میکروسکوپ و سعی میکنم با بزرگ نمایی 40 برابر که با لنزش در مجموع میشه 400 بتوانم به شما این انگل رو از زاویه بزرگتری نشون بدم. خب البته رو چلی مقداری حساس هستش، باید خیلی آهسته حرکت کنیم، مثل دوربین عکاسی که وقتی زوم میکنیم ممکنه که تصویر رو از دست بدیم. وقتی که دمودکس رو روی چل بیزاریم، میکروسکوپ برای تشخیص دمودکس
رو چل میذاریم یه مقداری پیدا کردنی سخت میشه. خب برمیگردیم به زاویه قبلی. بله خب اینجا ببینیم که الان این دومش هست، داره تنوز حرکت میکنه، پاهاش هم داریم میبینیم. چند نکته رو راجع به دمودکس ها لازمه که یادآوری کنیم. اولا انگل های دمودکس نر و ماده دارن. نرها بسیار باریکتر هستن، لاغرتر هستن. خب در این اسلاید هم وجود داره، منتها نمیخوام وقت شما از آن رو بگیرم. این دمودکس ماده هستش. دمودکس برویس کوتاه‌تر هست. دمودکس فلکلوریوم معمولا بزرگتره که این نمونه دمودکس فلکلوریوم هست. خدمت شما عرض کنم که طول عمرش هم تو که قبلا هم عرض کردم بین 1 ماه تا 3 ماه هست. به همین دلیل تریتمنت دمودکس هم حدود 1 ماه تا 3 ماه طول میکشه. نکته مهم اینه که دمودکس ها رو نمیشه با داروهای شیمیایی به راحتی از بین برد. اگرچه در گذشته رایج بوده با داروهای شیمیایی با اینها مبارزه میکردن، اما به ظاهر مشکل حل میشده، اما در حقیقت دمودکس ها پنهان میشن در زیر ریشه مو و ژنشون قوی تر میشه، مخصوصا زمانی که ما از تریتمنت های رایجی مثل آنتیبیوتیک ها، راکوتان و یا سایر پرمترین و غیر استفاده میکنیم، موقتا ظاهر مشکل رو برطرف میکنیم. اما انگل های دمودکس مقاوم تر میشن، ژنشون، تخم هاشون و نسل بعدی بسیار مقاوم تر. به همین دلیل کسانی که از داروهای شیمیایی استفاده کردن، از آنتیبیوتیک ها، راکوتان، پرمترین و غیره، ضمن اینکه داروهای شیمیایی براشون عوارض جانبی ایجاد کرده و صدمه به سیستم ایمنی بدنشون وارد کرده، از طرف دیگه باعث شده که ژن دمودکس ها بسیار قوی تر بشه و مقاومتشون در مقابل آنتیبیوتیک ها روز به روز بیشتر شده. بنابراین عزیزانی که قبلا از داروهای شیمی استفاده کردن، بعضا لازمه که دوره تریتمنت رو بیشتر ادامه بدن. برای از بین بردن این انگل ها در طول دوره 3 الی 4 ماه حداقل برای کسانی که با تراکم متوسط یا بالا مشکل دمودکس دارن، باید دوره رو به صورت کامل پروتکل رو رعایت کنن. محصول به تنهایی کافی نیست، محصولات باید همراه با روش‌های صحیح استفاده از محصولات باشه. از محصولات آنجکس باید به طرز صحیح استفاده بشه همراه با دستگاه های فرکانس اینسترومنت، و استفاده محصولات همراه با متد صحیح و فرا گرفتن مهارت‌های بهداشت پوست و مو کمک می‌کنه تا ما از شر این مهمانان ناخوانده راحت بشیم. خب این یکی از نمونه های خیلی واضح و نسبتاً فعال انگل دمودکس بود که در تست امروز ما موفق شدیم به شما نمایش بدیم تا اطلاع رسانی بهتری رو برای عموم داشته باشیم، مردم آگاه بشن. همونطور که قبلاً بارها در همایش ها، سمینار ها و مصاحبه های تلویزیونی یادآوری کردیم، انگل های دمودکس بیش از 176 سال قبل کشف شده. دانشمندان در مورد اون تحقیقات بسیار وسیعی داشتن، هم دانشمندان ایرانی عزیز در سالهای گذشته مخصوصا بیشتر، و هم در دانشگاه‌های آمریکایی و اروپایی، به ویژه در سال 2014 تحقیقات متمرکزی در دانشگاه کارولینای شمالی راجع به انگل دمودکس انجام میدن و ارتباط انگل دمودکس با آرزوهای پوستی همچون روزاسه، آکنه‌های مقاوم، بلفاریت و بسیاری موارد دیگر به صورت قطعی اثبات شده. و از اونجایی که راهکار پایدار برای از بین بردن انگل‌های دمودکس موجود نبوده تا چند سال گذشته، متاسفانه این موضوع رو به عموم مردم معرفی نکردن و آنچنان که باید و شاید به اون پرداخته نشده. ولی خوشبختانه شرکت آنجکس در سال 2012 موفق به کسب The Best Invention Award میشه که حالا من خدمتون نشون خواهم داد، و در حقیقت با اخذ این اینونشن اوارد، جایزه بست اینونشن اوارد، و ارائه محصولات آنجکس و پروتکل آنجکس، موفق میشه به صورت پایدار بدون اینکه ایجاد
عوارضی بخواد داشته باشه، یعنی بدون عوارض جانبی و به صورت پایدار، این انگل ها برطرف خواهد شد تا متضمن بهداشت و زیبایی و سلامتی پوست و موی ما باشه. امیدواریم که همه مردم جهان بتوانن از این تکنولوژی و از این پروتکل بهره مند بشن. این در حقیقت Best Invention Award هست که ما در سال 2012 موفق به اخذ شدیم به عنوان Hair Onyx Hermite Solution Best Invention Award و تمام سرتیفیکیت های لازم رو در استرالیا هم داریم و خوشبختانه نتایج اخیر بسیار چشمگیر بوده و شگفت‌آور. کسانی که سالهای متمادی دوستانی داشتیم که بیش از 30 سال از آرزوهای پوستی مانند روزاسه، آکنه های مقاوم، خارش های پوستی و جوش های چرکی آسیب دیدن، رنج بردن، موفق شدن با استفاده صحیح از محصولات و تداوم استفاده از محصولات و در حقیقت ارتقای بهداشت پوست و موشون، اصلاح عادتهای غلط، فرا گرفتن عادتهای صحیح بهداشت پوست و مو، نتایج چشمگیری بگیرن. به هر صورت امیدواریم که شما عزیزان از این فیلم بهره مند شده باشید. هر سوالی داشتید میتونید با ما در ارتباط باشید. شرکت آنجکس، نماینده‌های آنجکس، کلینیک های مورد تایید آنجکس در اقصی نقاط دنیا در حال گسترش هستن، خدماتشون رو ارائه میدن. برای انجام تست در مراکزی که آموزش دیدن، به عنوان مثال در استرالیا در ملبورن، سیدنی، در امریکا در لاس وگاس، در ایران در تهران و شهرهای دیگه الان فعال داره میشه، میتونن حضور داشته باشن. و عزیزانی که در سایر کشورها هستن میتونن به وبسایت ما www.onjex.com ungex.com مراجعه کنن، گزینه وسط کویز رو، منوی کویز رو بزنن و اونجا میتونن به صورت رایگان تست آنلاین دمودکس انجام بدن و به صورت خیلی ساده با پاسخ دادن یک سری سوالات از میزان نسبی تراکم جمعیت دمودکس ها مطلع بشن. بسیار از توجه شما متشکرم. هر سوالی داشتید میتونید با دفتر آنجکس تماس داشته باشید. در همین ویدیو براتون شماره تلفن و اطلاعات رو تقدیم میکنیم یا میتونید برای ما ایمیل بزنید به info@onjex.com.au info@ungex.com.au. با سپاس از توجه شما در برنامه‌های آتی اطلاعات بیشتری رو در مورد محصولات و روش مبارزه با انگل‌های دمودکس به شما ارائه خواهیم کرد و امیدواریم که همه عزیزان در سراسر جهان با از بین بردن این مهمانان ناخوانده بتوانند پوست و موی سالم و زیبا داشته باشند. با تشکر.